بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث امروز بحث سنداج به جا ماندنی یا بحث فیکس کردن سند فولی هست برای بیماری که حالا به علتهای مختلف ممکنه نیاز به انجام سنداج داشته باشه. وسایل مورد نیازمون رو من اینجا چیدم، حتما ست پانسمان یا ست استریل لازم داریم، سوند فولی یا بجا ماندنی در اندازه مختلف، اینا رنگ بندی های مختلف داره که بر اساس سایز پنیس انتخاب میشه، یورین بگ برای وصل شدن به سوند فولی، بتادین، دستکش استریل، سرنگ 10 cc حداقل و آب مقطر برای امتحان کردن بالون و پر کردن بالون سوند فولی. ژل میتونه ژل لیدوکاین یا لوبریکانت باشه که استفاده بشه و علاوه بر دستکش استریل دستکش لاتکس هم ما لازم داریم. بعد از اینکه من ست پانسمان رو باز کردم، دستکش معمولی پوشیدم، دستکش لاتکس معمولی پوشیدم، فعلا در حال حاضر دستکش استریل نپوشیدم، میام و ضد عفونی میکنم ناحیه ژنیتال رو، وسایل ستم رو میچینم. میتونیم توی وسایلمون ممکنه نشان پرفوره وجود داشته باشه یا نه به صورت جداگانه پک شده باشه. خب بتادین رو به شکل اصولی با فاصله یه مقدار از بتادین رو دور می‌ریزیم، با فاصله مناسب بتادین رو داخل گالیپاتمون می‌ریزیم. شلوار بیمار رو پایین می‌کشیم و موزه رو در معرض دید قرار می‌دیم و شروع می‌کنیم به ضد عفونی کردن ناحیه جنیتال. این قسمت خیلی مهم هست، حتما باید کاملا ناحیه جنیتال پرپ بشه و بعد از اینکه پرپ شد شانه پرفوره روی اون ناحیه انداخته بشه. خب میتونیم ما یه دونه گاز رو از پشتش بگیریم، این گاز این سمتش هنوز همچنان استریل هست، من دستم برم داخل آلت رو با فنیس رو با گاز میگیریم و از نوک آلت به صورت دورانی شروع میکنیم به ضد عفونی کردن ناحیه جنیتال و پنی. سعی میکنیم یه سطح بیشتر رو ما ضد عفونی کنیم تا ایمنی کار بالا بره، تا جایی که تونستیم این کار رو انجام میدیم. سه بار ما این کار رو انجام میدیم. خب پس دوباره سه بار این کار رو انجام میدیم و با سه تا گاز مختلف از نوک آلت حتما به شکل دورانی استریلیزاسیون رو انجام میدیم و یه سعی میکنیم یه محدوده بیشتر از اون چیزی که هست رو ما ضد عفونی کنیم. شانه استریل رو چون دستکش استریل نداریم از گوشه هاش میگیریم و روی ناحیه پنیس و ناحیه جنیتال میندازیم. خب در مرحله بعد، بعد از اینکه پرپ بیمار رو انجام دادیم و ناحیه رو ضد عفونی کردیم و شان انداختیم، اضافه کردن سایر وسایلمون به داخل ست هست. هر وسیله که لازم داریم در انجام پانسمان به صورت تک نفره اضافه میکنیم به ستمون. اگر یه نفر کمک به ما بکنه که خب این وسایل رو میتونه بدون این مرحله که ما بخوایم به شان اضافه کنیم برای ما باز بکنه. خب از این ناحیه ما اول سوند فولی رو باز میکنیم. سوند فولی دو تا باز پوشش محافظتی داره، لایه اول رو که باز کردیم با پنسمون میایم میگیریم و به شکل استریل کامل بالا میکشیم و داخل ستمون میذاریم. در مرحله بعد ژل لازم داریم برای که چیز، باز استفاده از ژل به دو صورت هستش. اگر که نیاز باشه میتونیم ژل رو بریزیم و با یه سرنگ 10 cc بکشیم، یا میتونیم اگر که فقط بخوایم نوک ژل، نوک سوند رو به ژل آغشته کنیم، ژل رو داخل رسیورمون بریزیم. به هر دو شکل میشه این کار انجام داد. اگر که مریض تنگی مجرا داشته باشه یا احتمال بدیم که وارد شدن سوند یه مقدار با تاخیر صورت میگیره،
ما میتونیم که با سرنگ ژل رو بکشیم و ژل رو داخل مجرا تزریق کنیم. در مرحله بعد از وسایل دیگه‌ای که لازم داریم یورین بگ هست که از پکش خارج کردیم و کنار دستمون این رو میذاریم. آب مقطر و سرنگ رو هم با هم کشیدیم و در کنار دستمون میذاریم که اگر یه نفره باشیم نیاز به استریل بودن در انتهای کار، شما آب مقطر رو تزریق میکنیم داخل بالون، هیچ نیازی به استریل بودن کار نداریم. در این مرحله که کاملا عرضم به شما دستکش استریل پوشیدیم و آماده هستیم، فوند فولی رو برمیداریم دیگه اینجا دست، چون دستکش استریل داریم میتونیم به داخل فد دست بزنیم. نایلون فوند فولی رو، نایلون دوم رو خارج میکنیم. بعد حواسمون باشه که فوند فولی به قسمت‌های مختلف نخوره و بازی نداشته باشه. فوند فولی رو به این شکل حتما تو دستمون میگیریم. ببینید این انتهای فوند فولی، این قسمت حتما به این شکل تو دستمون میگیره، به صورت دوران داخل دستمون رو این رو جمعش میکنیم. حتما باید قبل از اینکه این کار رو انجام بدیم بالون داخل این رو امتحان بکنیم، حالا با یه فرنگ استریلی که انداختیم. بعد از اینکه فون رو آغشته به ژل کردیم به این شکل، یورین بگ رو بر میداریم، در پوش یورین بگ رو خارج میکنیم و این دفته چپمون رو آلده فرد میکنیم و یورین بگ رو وصل میکنیم به، بدونی که به دست راستمون یا دست قالبمون که کاملا استریل هست بخوره، یورین بگ رو وصل میکنیم. میتونیم از رسیور هم استفاده کنیم و یورین بگ رو وصل نکنیم، باید کارهای مختلفی که میشه انجام داد. کنار بیمار میایم، دست چپمون رو تقریبا آن استریل فردش کردیم در روش یک نفره، آلت رو میگیریم کاملا به صورت زاویه 90 درجه به سمت بالا میکشیم و فون رو از نوک مجرا وارد میکنیم به صورت دورانی و به مریض میگیم نفس عمیق بکشه و همینجوری که فون رو وارد میکنیم لایه های داخل دستمون رو باز میکنیم و فون رو کاملا وارد مجرا میکنیم. وارد کردن فون رو داخل مجرا تا محل دوشاخه شدنش یا انتهای فوند انجام میدیم. تو این ناحیه معمولا باید ادرار، وقتی این قسمت وارد شدیم معمولا ادرار جاری میشه اگه مفانه ادرار داشته باشه. بعد از اون ناحیه نگه داشته میشه، فوند نگه داشته میشه و آب مقطر وارد بالون سرنگ میشه. اندازه مقدار آب مقطری که ما وارد میکنیم بسته به اندازه فون ممکنه متفاوت باشه، ولی معمولا روی خود فون الان این قسمت نوشته، مثلا توی این فون که الان من دارم میزنم 15 تا سیسی، من 10 سیسی حالا مایه وارد کردم. به صورت معمول اون مقدار معمول مایه‌ای که ما وارد می‌کنیم 10 تا 15 سی سی است، ولی خب مقدارش این نوشته شده. بعد از اینکه فون رو کامل وارد کردیم و بالون رو باد کردیم، یه مقدار فرنگ رو آهسته به سمت عقب می‌کشیم تا جایی که با مقاومت روبرو شدیم. تو اینجا ما شان پرفوره رو خارج می‌کنیم و فوند رو روی ران بیمار با یه مقداری که فوند تو حالت کشش نباشه فیکس میکنیم. خب در اینجا فوند رو با چسب روی ران بیمار به صورتی که فوند خیلی کشیده نشده باشه فیکس میکنیم. حتما باید مطمئن بشیم که فوند فولی به یورین بگ کاملا فیکس شده. نکته بعدی دیگه اینه که خود یورین بگ حتما باید به کنار تخت ثابت بشه، به گیره های کنار تخت آویزون بشه و به هیچ عنوان بالاتر از سطح مثانه قرار نگیره یورین بگ یا روی سطح زمین قرار داده نشه. یه نکته دیگه که باز تو رفرنس ها نیست ولی بهتر از انجام بشه این هست که اگر که این چسب رو قبل از اینکه این چسب رو بزنیم و فون رو فیکس کنیم، میتونیم این ناحیه رو ما یه پانسمان هم بذاریم به این شکل که من یه دونه گاز رو بردارم
یه دونه گاز برمیدارم روی آلت و یه مقداری از سوند میذارم و به شکل دورانی یه پانسمان استریل این ناحیه انجام میدم. این باعث میشه که وقتی که سوند اگر به هر علت به علت حرکت بیمار کشیده بشه و سوند یه مقداری جا به جا بشه اون ناحیه استریل باشه و میکروارگانیسم ها نتونن وارد مجرا بشن. باز نکته دیگه در مورد این که اگه میخواییم این پانسمان رو انجام بدیم این هست که حتما روی آلت وقتی چسب رو داریم میزنیم به شکلی بزنیم که اگر آلت اریکشن داشته باشه باعث محدودیت نشه و باعث اختلال خون رسانی تو ناحیه نشه. من ناحیه رو کامل چسب میزنم. پس ناحیه رو کامل چسب میزنیم و یه پانسمان توی این ناحیه میذاریم و در انتها بیایم و فوند رو روی ران بیمار فیکس کنیم. برای بحث خارج کردن فوند چسب ها رو باز میکنیم. اگه این ناحیه پانسمان گذاشته باشیم این ناحیه پانسمان رو هم کاملا بازش میکنیم از روی ناحیه پنیس. یک گاز حتما در اختیار بیمار قرار میدیم که اگر ترشحاتی بود بتونه خودش رو پاک کنه. حتما با یه سرنگ بالون رو خارج میکنیم، مایع داخل بالون رو، مقطر داخل بالون رو خارج میکنیم. علامت این که کامل مایع داخل بالون خارج شده یکی این هست که این ناحیه وقتی من اینو دارم سرنگ رو آسپیره میکنم بعد از این که یه مقدار مایع سرنگ رو خالی کردیم اینجا روی هم میخوابه و نشون میده که کاملا بالون خالی هستش. بعد باز برای این احتیاط یه مقدار سون رو آهسته به سمت بیرون میکشیم. اگر مقاومتی نبود به بیمار میگیم نفس عمیق بکشه و به صورت یک نواخ و سریع سون رو خارج میکنیم و دور میندازیم و یه گاز هم در اختیار بیمار میدیم که خودش رو تمیز کنه اگر ترشحاتی وجود داره.